شکرت خدا که دفتر عمرم باز است هنوز. نمیدانم چند ورق مانده تا انتها که بر من صفحه جدیدی میگشایی. بر هر ورقش زیبا خواهم نوشت با امیدت ای خدای خوبی ها. سلام، صبحتان مجدداً بخیر. به برنامه گلبانگ شما رو خوش آمدید میگم. تشکر از همکار خوب مارزو جان و مهمان عزیزشان. در آغاز هفته و در بخش همروز قرار داریم. امیدوار هستم که در همروزها ما را همچنان همراه باشین. دوستان عزیزانی که صبحانه نوش جان میکنن، نوش جان شما، و عزیزانی که راهی کاروبار زندگی شدن، روز پر از دستاورد برتان خواهان هستم. در بخش همروز امروز باز هم روی اتفاقات پرداختیم و مطالب و موضوعاتی که در تاریخ گذشته را خدمت شما تهیه کردیم. روی بسته تصویری میبینیم که در همروزها چه گذشته و مرا همراه باشین. اتفاقات تاریخی شنبه، یک شنبه و دو شنبه در مطابقت با دوم، سوم و چهارم ماه سرطان. در گذشت ریاضیدان معروف جهان اسلام جمشید غیاث الدین کاشانی. غیاث الدین جمشید کاشانی زبردستترین حسابدان و آخرین ریاضیدان برجسته دوره اسلامی و از بزرگترین مفاخر تاریخ است. وی به تکمیل و تصحیح روش های قدیمی انجام چهار عملیه اصلی حساب پرداخت و روش های جدید و ساده تری برای آنها اختراع کرد. کتاب ارزشمند وی به نام مفتاح الحساب کتاب درسی درباره ریاضیات مقدماتی است. فعالیت‌های علمی او عبارتند از اختراع کسرهای اشاری، دسته‌بندی معادلات درجه اول تا چهارم، محاسبه عدد پی، تکمیل و تصحیح روش‌های قدیمی انجام چهار عملیه اصل و اختراع روش‌های جدید برای آنها. اختراع روش کنونی پیدا کردن جذر. نگارش مهمترین کتاب درباره حساب، کتاب مفتاح الحساب کاشانی، مهمترین و مفصلترین اثر درباره ریاضیات عملی و حساب در دوره اسلامی است. ارتقای انستیتوت پلی‌تکنیک کابل با پوهنتون پلی‌تکنیک. پوهنتون پلی‌تکنیک کابل مرکز اصلی تحصیل انجینری در افغانستان است. این پوهنتون در میزان سال 1342 هجری خورشیدی با عنوان انستیتوت پلی‌تکنیک کابل در کارت مامورین کابل تأسیس شد. این پوهنتون دارای 3 فاکولته و 20 دانشکده که شامل 12 رشته حرفه‌ای و 8 رشته عمومی می شود. ساختمان آن شامل صنف‌های درسی، آزمایشگاه، کتابخانه، لیلیه، کافتریا، مسجد، امکانات ورزشی، اتاق کنفرانس با گنجایش 1000 نفر و مرکز تفریحی می باشد. بعد از بازگشایی در سال 2002 میلادی، نام آن از انستیتوت به پوهنتون پلی‌تکنیک کابل مبدل شد. این پوهنتون دومین پوهنتون بزرگ افغانستان پس از پوهنتون کابل است. تخمین می شود که دانشجویان آن از بهترین مهندسان و انجینیران حرفه‌ای جوان افغانستان در رشته انجینیری شوند. استقرار شرکت مایکروسافت در واشنگتن. کمپانی کامپیوتری مایکروسافت آمریکا که نرم افزارهای متعدد و معروف برای پیشبرد تکنولوژی کامپیوتر ساخته است، در 25 جون سال 1981 میلادی در شهر روتموند ایالت واشنگتن مستقر شد. بیل گیتس رئیس این کمپانی که میلیاردر شماره یک جهان به شمار می رود می باشد. این کمپانی در آغاز کار بسیار کوچک و فعالیت‌های آن محدود بود که در سال 2005 فروش آن به 43 میلیارد و در سال 2007 به 51 میلیارد دلار رسیده بود. در این سال شمار کارمندان آن 89500 نفر بود و در 105 کشور جهان شعبه داشت. رسیدن خبر قتل ابو مسلم خراسانی به خراسان. 20 روز طول کشید تا خبر قتل ابو مسلم خراسانی از بغداد به خراسان برسد و باعث خشم خراسانی ها شود. ابو مسلم خراسانی در بین النهرین یعنی عراق امروزی به تحریک منصور خلیفه عباسی ترور شده بود. با
بله عزیزانم، برگشتیم در ادامه برنامه هستیم و در بخش همروز مطالب و موضوعات را که در بسته تصویری آماده ساخته بودیم با هم یک جا دیدیم. از او جمله یکی از موضوعاتش ارتقای انستیتوت پلی‌تکنیک و پوهنتون پلی‌تکنیک بود که پلی‌تکنیک پوهنتون هست که فعلا تعداد زیادی از دانشجویان مصروف تحصیل هستند، بیشتر در رشته های مهندسی و انجینری محصلین داره و در بخش‌های متفاوت. و در سال 2002 نامش از انستیتوت و پوهنتون مبدل شد و امکانات درسی که داره، ساختمانش شامل کتابخانه ها هست، صنوف درسی هست و همچنان مکان ورزشی و تفریحی همچنان میباشه و در رشته های متفاوت اینا تدریس میکنن و بعد از پوهنتون کابل دومین پوهنتون بزرگ در سطح افغانستان میباشه. و خبر دیگه که بود استقرار شرکت مایکروسافت در واشنگتن، قسمی که همگی ما با نام شرکت مایکروسافت آشنا هستیم، یکی از شرکت های بزرگ است که نرم افزارهای متفاوت را اینا تولید میکنن و مسئولش همچنان شخص بیل گیتس است که با نامش آشنا هستیم، میلیاردر شماره یک دنیا. و مایکروسافت همچنان در ابتدای ای که کار خود را آغاز کرده بود یک شرکت بسیار کوچک و محدود بوده. برای ما همچنان این خبر خیلی جالب بود، چون که ما زمانی که شرکت های بزرگی را یا نام افراد اشخاص بزرگی را میشنویم، ذهن ما به این درگیر میشه که حتما اینا از همو ابتدا همه قدر بزرگ بوده یا همه قدر پیشرفته بودن. ولی زمانی که ما با این خبر برخوردم، متوجه شدم که اینا هم از یک جای آغاز کردن که خیلی محدود و کوچک بوده، اما در سال 2005 اینا بسیار یک عاید هنگفت را به دست آوردن و در سال 2007 دو برابر او عاید را اینا به دست آوردن و تقریبا 89500 نفر اینا در سال 2007 کارمند داشتن که یک رقم بالایی هست و تقریبا در 105 کشور دنیا اینا نمایندگی داشتن. ما تاریخ ها را چرا به شما عزیزان راه میکنیم؟ به خاطری که تاریخ یک سرگذشته هست که تجربه شده و زمانی که ما به این تاریخ ها بر میخوریم، درس های بزرگی را از این میآموزیم و همچنان اتفاقات را که ما در جریان تحقیق با اونا بر میخورم واقعا شگفت انگیز و جالب میباشه برای خودم. و یکیش هم همی بود که اینا از یک جای بسیار کوچک شروع کردن، ولی امروز ما میبینیم که در سطح دنیا حرف اول را دارن و محصولاتشان همچنان کیفیت خیلی عالی داره. ما از این درس میگیریم و می تجربه را حاصل میکنیم که هر کار ممکن ابتدایش اشتباهات داشته باشه، ممکن ما نتانیم امو اهداف خود را در امو قدم نخست برآورده بسازیم، اما سعی تلاش و پشتکار ما را وادار میکنه که بتانیم همگیش تنظیم کنیم و بالاخره موفق شویم. دوستان تشکر، یک دنیا سپاس از اینکه در بخش همروز با ما همراه بودین. تا اینکه روز بعد در بخش همروز با شما می باشم، شما را به خداوند یک تا امانت می کنم. در بخش بعدی با همکار خوبم باشین.